انتخابات آزاد، شفاف و قانونی شرایط بازگشت تعادل به کشور است. این را اکبری هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق ایران، در دیدار امروزش با جمعی از دانشگاهیان تهران و تبریز گفته. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره‌ای ضمنی به انتخابات قبل دارد. گفته است اگر انتخابات آزاد باشد، مردم از نتایج انتخابات تمکین می‌کنند و به دولت یاری می‌دهند تا مشکلات کشور حل شود. همین موازه است که موجب دشمنی برخی حامیان آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی شده است. حامیان رهبر جمهوری اسلامی او را به بی‌بصیرتی متهم می کنند، چون به گفته آنها فتنه‌گران را محکوم نکرده است. حدود 4 سال پیش که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نامزدهای رقیب احمدی نژاد به نتایج آن اعتراض داشتند. آنها از تقلب در انتخابات گفتند، اما آیت الله خامنه ای هر گونه تقلب را رد کرد. نمیشه اون را دستکاری کرد. اهل خیانت در آراء مردم نیست. تنها 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده مانده است. موسوی و کروبی نزدیک 2 سال است که در خانه زندانیان. اصلاح طلبانی چون محمد خاتمی هم امیدی به حضور در انتخابات ندارند. اکبر هاشمی رفسنجانی هم تنها توصیه به انتخابات آزاد می کند. امیدواریم که با سلامت انتخابات بگذره و هر چه بعد مردم هست از صندوق برده. این آخرین مصاحبه محمود احمدی نژاد با تلویزیون حکومتی ایران. عادی هم نباید تلاش بکنه بخواد تأثیر بذاره و یا جای مردم تصمیم بگیره. هستن خیلی ها فهم کنن از مردم بهتر تصمیم بگیره. سایت های خبری نزدیک به آیت الله خامنه ای به احمدی نژاد خورده گرفتند که آقای رئیس، مگر انتخابات غیر آزاد هم داشته ایم؟ انتخابات در ایران کاملا آزاد نیست. نهادهایی چون شورای نگهبان نامزدها را پیش از انتخاب توسط مردم گزینش می کنند. با این حال معمولا روند برگزاری انتخابات در گذشته چندان با حاشیه همراه نبود. مثلا خرداد 76 که برخلاف انتظار محافظه‌کاران حاکم، نام محمد خاتمی از صندوق‌های رأی درآمد. من به همه مردم قول دادم که از آرای اونها سیانت بکنم. حداقل 2 دور است که تقلب و تغییر نتایج بر انتخابات سایه انداخته، طوری که نامزدهای انتخابات صراحتاً به آن اعتراض دارند و این روزها برخی فعالان سیاسی آرزوی انتخابات آزاد می کنند. هرچند که آیت الله خامنه ای هنوز واکنشی به آنها نشان نداده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.